5 سال پس از اعتراضات تشرین در عراق که منجر به کشته و مفقود شدن صدها نفر شد، سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که دولت هنوز نتوانسته است عدالت را برای قربانیان این سرکوب‌ها برقرار کند. این سازمان با انتقاد از بی‌توجهی مقام‌های حکومتی به خواسته‌های عمومی و عدم اجرای تحقیقات مستقل، خواستار اقدامات فوری برای حمایت از حقوق بشر در عراق شده است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. 5 سال پس از اعتراضات تشرین در عراق که در آن صدها نفر کشته و مفقود شدند، سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که دولت عراق هنوز نتوانسته است عدالت را برای قربانیان این سرکوب‌های مرگبار برقرار کند. در گزارشی جدید، این سازمان به وعده‌های عمل نشده مقام‌های حکومتی عراق اشاره کرده و یادآور شده است که از 2700 تحقیق جنایی تنها 10 حکم دستگیری صادر شده است. اعتراضات تشرین که در اکتبر 2019 آغاز شد، به دلیل فساد و ناکارآمدی دولت، اعتراض به بیکاری و خدمات عمومی ناکافی در عراق صورت گرفت و مردم خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی شدند. اما به جای پاسخ به خواسته های عمومی، دولت به سرکوب و خشونت روی آورد. بر اساس این گزارش، استفاده از نیروهای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی برای سرکوب و گروه‌های شبه نظامی در برابر معترضان بارها طی این اعتراض‌ها مستند شده است. عفو بین الملل تأکید کرده که حفظ امنیت و حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنها به شدت به خطر افتاده است. این سازمان در ادامه یادآور شده که مقامات حکومتی باید به خواسته‌های مردم گوش دهند و تحقیقات مستقل و شفاف درباره جنایات صورت گرفته انجام دهند. همچنین این سازمان خواستار حمایت جامعه جهانی از رعایت حقوق بشر در عراق شده است. بر اساس دیدگاه فعالان حقوق بشر، متاسفانه فقدان اراده سیاسی برای تحقق عدالت و عدم پاسخگویی مقام‌های حکومتی مردم عراق را به آینده‌ای ناامید کننده سوق داده است. این نکات یادآور ضرورت اقدامات فوری برای بهبود وضعیت حقوق بشر و امنیت در عراق است و باید از سوی جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد.